بیش از 150 نفر در سیوم تا سی اکتبر 2023 در مجمع بین المللی اویغور در پارلمان ژاپن در توکیو شرکت کردند. در توکیو شرکت کنندگان در مجمع بین المللی اویغور راه های قانونی برای رسیدگی به سرکوب گروه های مسلمان توسط چین را بررسی کردند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. نمایندگان پارلمان ها از سر و سر جهان با صدور بیانیه مشترک از ژاپن خواستند تا تحقیقات مستقلی درباره نقض حقوق اویغورها در سینکیانگ توسط دولت چین انجام دهد و مقامات حزب کمونیست را که در آن نقش داشتند تحریم کند. بیش از 150 شرکت کننده از جمله حدود 70 قانونگذار از کشورهای مختلف سیاست مداران، فعالان و نمایندگان گروه های جامعه مدنی در سی تا سی اکتبر در مجمع بین المللی اویغورها در پارلمان ژاپن در توکیو شرکت کردند تا در مورد واکنش های بین المللی نسبت به تجاوز های صورت گرفته علیه اویغورهای عمدتا مسلمان که در منطقه دورتر غربی سینکیانگ زندگی می کنند با نگاه حقوق بشری این مسئله را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مقامات چینی حدود یک میلیون و هزار اویغور و اقلیت ترک را در سینکیانگ در اردوگاه های کار اجباری بازداشت کردند. سازمان ملل نیز شواهدی از شکنجه کار اجباری تحمیلی دولتی و خشونت جنسی علیه ها یافته است و ایالات متحده و سایر دولت‌های دولت های غربی هم اقدامات چین را جنایت علیه بشریت و نسل کشی اعلام کردند. پکن اما این تهدیدات را و این اتهامات را رد می کند و می گوید که این تأسیسات مراکز آموزش حرفه‌ای بوده و علاوه بر آن مدت خواست که این مراکز را تعطیل کردند. در این بیانیه آمده است علیرغم های اخیر دولت چین مبنی بر تعطیلی اردوگاه های کار اجباری این وضعیت در حال تشدید است به طوری که میلیون ها اویغور همچنان خودسرانه در اردوگاه های کار اجباری یه چین بازداشت می شوند و افراد دیگر هم با محکومیت های طولانی تر زندانی مواجه هستند. در این سند تاکید شده که دولت ها بایستی تلاش ها برای مستندسازی نسکشی اویغور ها و استفاده از روابط تجاری با چین برای رسیدگی به وضعیت اصفناک اویغور ها را آغاز نمایند. دولکن ایسار رئیس کنگره جهانی اویغور به شرکت کنندگان در این مجمع گفت جهان تنها شامل ایالات متحده و پارلمان اروپا نیست بلکه شامل آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نیز می شود. وی در ادامه اظهار داشت یکی از دلایلی که ما میزبانی این مجمع را در ژاپن انتخاب کردیم به همین دلیل است زیرا ژاپن علاوه بر اینکه یک قدرت دموکراتیک در همسایگی چین است یکی از بزرگترین بازیگران قدرت اقتصادی در آسیا است شکستن سکوت دولگان ایسا همچنین گفت یکی دیگر از دلایلی که برگزار کنندگان این مجمع ژاپن را به عنوان میزبان انتخاب کردند شکستن سکوت سایر کشورهای آسیایی است که با اتفاقاتی که برای اویغورها میافتد و کسانی که در مورد نسکشی اویغورها سکوت کردند آشنا نیستند لازم به ذکر است که اولین مجمع بین المللی اویغور در نوامبر 2022 در بروکسل برگزار شد دولکان ایسا در ادامه افسود اگرچه توکیو نقض حقوق در سینکیانگ را به عنوان نسل کشی یا جنایت علیه بشریت به رسمیت نشناخته است اما پارلمان ژاپن قطنامه نادری را تصویب کرد که در آن نسبت به مسائل حقوقی در چین از جمله رفتار با اویغورها ابراز نگرانی کرد هیروواکی، مارو یاما رئیس انجمن ملی قانونگذاران محلی حامی اویغورها هم در این نشست گفت مشکل اویغور مشکلی برای تمام بشریت است. پل استراوس که به عنوان یک سناتور به نمایندگی از کلمبیا در این مجمع شرکت کرده بود هم گفت ایالات متحده به عنوان کشوری که تساهل مذهبی را رعایت می کند و آزادی را تشویق می کند با اعلام نسل کشی با به چالش کشیدن چین در مورد مسائل حقوق بشر گام درستی برداشت. استراتژی های حقوقی مایکر پولاک یک مقام دادگستری در بریتانیا هم در این مجمع گفت که شرکت کنندگان در این کنفرانس راهبردهای قانونی را که می توانند برای رسیدگی به این موضوع پس از ارائه شکایت کیفری به دادگاهی در آرژانتین اتخاذ کنند بررسی کردند. پولاک به نمایندگی از کنگره جهانی اویغور و پروژه حقوق بشر اویغور پرونده جنایی را در آگوست 2022 تشکیل داد و ادعا کرد که چین از طریق سیاست های سرکوبگرانه خود که مسلمانان را در سینکیانگ هدف قرار داده است مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شده است. این شکایت به دادگاه بوئنوس آیروس بر اساس مقررات صلاحیت جهانی مندرج در قانون اساسی آرژانتین ارسال شد این مفاد به دادگاه های کیفری این کشور اجازه می دهد تا جنایات بین المللی مانند نسل کشی، شکنجه و جنایات علیه بشریت را در هر کجای دنیا که اتفاق می افتد، تحقیق و محاکمه کنند و قضاوت کنند فاطمه سادات موسوی اخبار شیع.